بسم الله الرحمن الرحیم. محصلین عزیز، ما شما در درس های گذشته تا کاربرد نور مرئی و نور نامرئی در طبابت خوانده بودیم و فعلا ما شما ترموگرافی را میخوانیم که ترموگرافی کدام روش است، در طبابت چی کاربرد داره و در ترموگرافی از کدام نور استفاده صورت میگیرد. ترموگرافی عبارت از روشی است که حرارت فرستاده شده از نقاط مختلف پوست بدن را از طریق عکسبرداری ثبت میکنه. مثلا عزیز، در ترموگرافی یک کامری مخصوصی وجود داره که توسط او کامرا عکسبرداری از نقاط مختلف پوست بدن میکنه و این عکسبرداری هم توسط نور نامرئی که نور متحد قرمز است توسط او انجام می شود، یا انفرارد لایت توسط انفرارد. انفرارد شما می شناسین قبلا که تلفن های می آمدن در او بجای بلوتوت انفرارد بود، یعنی فایل ها را از یک موبایل که به موبایل دیگه می فرستادن از انفرارد استفاده می کردن و این کامرا هم مثل امو انفرارد موبایل ها واری عکسبرداری پوست بدن انسان را میگیره توسط نور نامرئی یا نور متحد قرمز، و عکسبرداری هم به این قسم میباشه. شما این ویدیو را تا یک اندازه مشاهده کنین که چه قسم عکسبرداری صورت میگیره. مریض در مقابل کامرا به یک فاصله خاص قرار میگیره از کامرا، یعنی می کامرا است و این مونیتور است که توسط این مونیتور عکسشان ظاهر می شود و پرینت شده هم می تواند، و توسط این کامرا و این روش امراض مختلف تشخیص می شود که از جمله امراض تشخیص سرطان ها هستند، سرطان های که در اطراف پکه گوش تشکیل می شود، سرطان هایی که در پستان های خانم ها تشکیل می شود یا ایجاد می شود، سرطان های جلدی دیگر که در هر ناحیه جلد قرار داشته باشد توسط ترموگرافی تشخیص می شود، همچنان سرطان هایی که در دهن قرار داشته باشد تشخیص می شود، سرطان هایی که در گلون قرار داشته باشه، در داخل پا قرار داشته باشه توسط ترموگرافی یا روش ترموگرافی تشخیص می شود. ورم مفاصل یا تورم مفاصل هم توسط ترموگرافی تشخیص می شود که برای شما در درس های گذشته هم گفته بودم که توسط نور نامرئی تورم یا ورم هم مفاصل هم تشخیص می شود و هم از بین می رود، که در ترموگرافی هم از نور نامرئی استفاده می شود و اون نور نور متحد قرمز و نور سرخ هستند. نور سرخ نور مرئی است، اما اکثریت از نور متحد قرمز یا نور نامرئی استفاده می شود در این روش. کسایی که تکلیف روماتیزم داشته باشد توسط ترموگرافی روماتیزم هم تشخیص می شود و همچنان توسط ترموگرافی روماتیزم تا یک اندازه دردهایشان کاهش پیدا می کنه و از بین می رود، که ما شما در درسهای گذشته هم ایرا خوانده بودیم. چون در روماتیزم تمام مفاصل درد می کنه یا هم مفاصل زانوها درد می کنه و توسط روش ترموگرافی دردهای روماتیزمی هم کاهش و از بین می رود. دیگه مشاهده اثر داروها و سایر عوامل بر روی بدن. دواها و سایر عواملی که از طرف از اثر داروها با وجود می آید در بدن، او هم توسط روش ترموگرافی مشاهده می شود و مراحل اولیه سرطان سینه در خانم ها هم مشاهده می شود توسط روش ترموگرافی، و بعضی امراض چشم هم توسط روش ترموگرافی تشخیص و تداوی می شود، که ببینین اینمی عکسبرداری نقاط مختلف بدن هستن، عکسبرداری گردن است،
دست ها هستن، ای هم دست ها هستن، پستان هستن که سرطان پستان در خانم ها توسط روش ترموگرافی تشخیص می شود و به این شکل عکسبرداری ازشان می کند و ای هم روشی است که تداوی امراض توسط ترموگرافی هستند و ای روش همان کردن با آب گرم است. وقتی که با آب گرم کسی مریض باشه و با آب گرم حمام بکنه و دردهایشان توسط این روش کاهش میدهد، این روش ترموگرافی می باشد و این هم نقاط مختلف بدن هستند که گردن و شانه، پستان، پاها، دستها، از هر نقطه یا از هر عضو بدن که تکلیف داشته باشه توسط ترموگرافی عکسبرداری صورت میگیره. کامره مخصوص هستن و عکس هایشان به این شکل می باشد و این اودهما هستن که ما شما در درس های گذشته هم خوانده بودیم توسط روش ترموگرافی تشخیص می شود و همچنان از بین می رود. یعنی به طور خلاص گفته می توانیم امراضی که توسط ترموگرافی تشخیص می شود توسط روش ترموگرافی از بین هم می رود یا تداوی هم می شود. یعنی ترموگرافی تنها عکسبرداری نیست، بلکه ترموگرافی تداوی هم است و تداوی ترموگرافی توسط او کامره نمی شود، توسط حرارت دادن به اجزای مختلف بدن می باشد. یعنی کسایی که به شبخانه رفته باشه، فیزیوتراپی کرده باشه، فیزیوتراپی یک بخش از ترموگرافی می باشد که دردهای مفاصل را کاهش می دهد و این هم ترموگرافی است. یا کسایی که با آب گرم حمام میکنه، این هم ترموگرافی است. کسایی که خود را در حرارت آفتاب برهنه میکنه و با مفاصل و اجزای بدنشان حرارت میدهد، این هم ترموگرافی است. و کسایی که دردهای مفاصل را کاهش میدهد توسط حرارت دادن، این هم ترموگرافی است. و همچنان توشک های برقی که او هم حرارت تولید میکنه و کسایی میباشه که توسط او توشک ها به دردهای خود کاهش میدهد، یا اجزای و وسایل دیگر میباشند که مردمای سابق یک اندازه ریگ سرخ یا ریگ را حرارت می دادن و در یک تکه او را بسته می کردن و به بالای قسمت های بدنش می ماندن که درد می کردن، که او هم ترموگرافی بود. یا هم کسایی بودن که خشت یا سنگ را حرارت می دادن و به قسمت های بدنش می ماند که درد می کردن و کاهش درد برایشان احساس می شد توسط این روش، که این هم ترموگرافی است. ناصرین عزیز، دیگه عنوان است نوری ماتحت قرمز برای تداوی. ای که نوری ماتحت قرمز برای تداوی کدام امراض استفاده می شود تا یک اندازه در زیر عنوان ترموگرافی خواندیم و ترموگرافی هم توسط همین نوری ماتحت قرمز یا نوری که قبل از رنگ سرخ تولید می شود توسط او صورت می گیرد. توسط نوری ماتحت قرمز گوش، گلو و بینی تداوی می شود. امراض چشم که قبلا خواندیم، ای هم توسط نوری ماتحت قرمز تداوی می شود. امراض دهان و فک و دهان، اینها هم توسط نوری ماتحت قرمز تداوی می شود، که قبلا خواندیم که توسط ترموگرافی سرطان ها و امراض مختلف دهن و گوش و چشم و
پوست بدن تشخیص می شود، همچنان توسط نور معتاد قرمز تداوی هم می شود و دردهای ناشی از ورزش و حرکات سنگین که در مفاصل دردهایشان با وجود می آید هم توسط ترموگرافی تداوی می شود. قسمی که در روماتیزم، دردهای روماتیزم توسط ترموگرافی تداوی می شود و دیگر دردهای مفاصل توسط ترموگرافی تداوی می شود. دردهایی که از ورزش و حرکات سنگین به وجود می آید در بدن انسان یه هم توسط ترموگرافی یا نور معتاد قرمز تداوی می شود. محصلین عزیز، تمام رنگ های سرخ و نوری که قبل از سرخ تولید می شود ما شما در نور نامرئی خوانده بودیم که به انساج یا به پوست بدن انسان و دیگر طبقات عمیق بدن انسان نفوذ پیدا می کنه و جذب می شود، که جذب این رنگ های سرخ طبیعی یا نوری که قبل از سرخ تولید می شود احیای مجدد حجروی یا سلولر ریجنریشن را تحریک می کند که باعث از بین بردن چروک و چملکی ها یا رنکل ریدکشن می شود و همچنان باعث از بین بردن یا کاهش دردها یا پین ریلیف می شود. مسئله عزیز، قبلا ما شما خوانده بودیم که اگر از نور نامرئی در زمان تداوی توسط این نور به احتیاطی صورت بگیرد عوارض منفی یا اثرات منفی بسیار زیادی می داشته باشد، که از جمله سوختگی جلدی است، تکان برق است، گانگرن است، سردردی است، ضعف و بی‌حالی است، عیب چشم است، که اینها را به شکل خلاص ما برای شما زیر بحث میگیرم که در کدام عوامل سبب می شود که اینها ای اثرات بالای جلد بدن انسان باقی بمانه یا ایجاد شود یا مریض امرایش روبرو می شود. سوختگی یا جلدی یا سکین برن که برشان به انگلیش میگن، تابش نور تحت قرمز سبب ایجاد سوختگی جلدی می شود، که در این صورت یک رنگ سرخ در ناحیه تابش نور تحت سرخ ایجاد می شود، که بعضی عوامل هستند که سوختگی جلدی را به وجود می آورد، که او عوامل عبارت است عدم گزارش افزایش حرارت با دکتر معالج. وقتی که دکتر معالج یک نفر را زیر تداوی میگیره و از تابش نور قبل از سرخ یا ما تحت قرمز استفاده میکنه، اگر مریض وقتی که جلدش سوزش پیدا میکنه و به دکتر گزارش پیدا نمیدهد و نمیگه که برای ما این مشکل پیدا شده، سوختگی جلدی برایشان پیدا میشود. دیگر نواقص در حساسیت افزایش حرارت در جلد مریض، کسایی که در حساسیتشان نواقص وجود داشته باشه یا اعصاب حسیشان در دردها و سوختگی را حس کرده نمیتوانه، این هم سبب میشود که سوختگی جلدی برشان پیدا شود. با خواب رفتن مریض در وقت تداوی، وقتی که یک مریض در وقت تداوی به خواب می رود و نور تحت قرمز بالایشان زیاد تاثیر می کنه بالای بدنشان یا بالای جلدشان، که این هم باعث می شود که سوختگی جلدی برایشان پیدا شود. و عدم موجودیت دکتر معالج در وقت تداوی، وقتی که بعضی دکتر صاحبای هستن که نور تحت قرمز بالای مریض میتاباند و زیر تداوی یک مریض میگیره، اما خودشان میره به یک مریض دیگه و او را زیر تداوی میگیره، که این عدم موجودیت دکتر سبب می شود که نور تحت قرمز از حد و اندازش زیاد بالای جلدش تابیده شود و سوختگی جلدی را برشان پیدا کنه.
نزدیک بودن منبع نور تحت قرمز با جلد مریض در وقت تداوی. وقتی که منبعی که نور تحت قرمز را تولید می کنه و بالای جلد مریض می تواند با جلد مریض از حد و اندازش زیاد نزدیک باشه، این هم باعث می شود که سوختگی جلدی برای مریض پیدا شود. و دیگه ای که استفاده از کریم ها و پودرها که گاه اوقات حساسیت حرارتی جلد را از بین میبرد و سبب سوختگی جلد میشود، که دواها هم دوا باشه یا کریم پودر یا مواد کیمیایی دیگه باشه که حساسیت جلدی را از بین میبره یا حساسیت حرارتی را از بین میبره و حس کردن نمیتواند که جلدشان میسازه، که این هم سوختگی جلدی را به بار می آورد و در بالای جلدشان سرخی و التهاب پیدا می شود، که عبارت از سوختگی جلدی می باشد. دیگر ما خوانده بودیم که تکان برق یا الکتروشاک. تکان برق وقتی واقع می شود، مسئولین عزیز، که کدام قسمت از پوش کیبل، کیبل های برقی البته کهنه و فرسوده یا برهنه شده باشد، وقتی که این قسمت برهنه برق به تماس بدن مریض قرار گیرد، تکان برق برشان واقع می شود، که این عبارت از تکان برق است. و کانگرین است هرگاه شدت و زمان تابش نور تحت سرخ بیشتر از نور از نرم معینه آن باشد، در این هنگام هم احتمال وقوع گانگرن بیشتر میگردد. و سردردی چی وقت پیدا می شود؟ هر وقتی که تطبیق نور تحت قرمز هوا بسیار گرم باشد، سردرد واقع می شود و در هوای معمولی قرمز مریض باید یک اندازه یا یک مقدار آب بنوشد و یا زمان تابش نور تحت قرمز را کوتاه سازد تا سردردی برای مریض پیدا نشود. دیگر ضعف و بی‌حالی. ما شما قبلا گفتیم که توسط حرارت قطر رگ‌ها یا سرخ رگ‌ها یا شریان‌ها افزایش پیدا می‌کنند، که فشار مریض کاهش پیدا میکنه، کم میشود و برای مریض ضعف و بی‌حالی پیدا میشود، که هم از تاباندن نور تحت قرمز به وجود میاد. عیب چشم چی وقت به وجود میاد؟ تابش نور تحت قرمز بالای چشم ها احتمال مصاب به آب مروارید میباشد و آن را افزایش میدهد، که به کوری منجر میشود و از بین میرود. و همچنان هر وقت مریض امروی این عوامل یا عوارض روبرو می شود، باید از تاباندن نور تحت قرمز جلوگیری صورت بگیرد و مانع شود. دیگر هم موارد ممنوعه نور تحت قرمز که من یک چند دانه دیگه هم در اینجا ما برای شما به شکل نمونه آوردیم، که در این موارد هم از تاباندن نور تحت قرمز جلوگیری باید شود و پرهیز صورت بگیرد. و او عواملی که مشکلات را به وجود می آورد و بدن انسان همراه این مشکلات روبرو می شود، باید از نور تحت قرمز جلوگیری صورت بگیرد و مانع شود، که او اول مشکلات در گردش خون سرخرگ ها هستند، که قبلا یادآور شدیم مشکلات از خطر خون ریزی ها هستند. مسئله عزیز، کسایی که عملیات می شوند و بعد از عملیات وقتی که می خواهد که چروک و چملکی های عملیاتشان زودتر خوب شود و صاف و هموار شود،
و صحت یاب شود، از نور ماتحت قرمز استفاده میکنه. اما اگر با تاباندن نور تحت قرمز خونریزی برایشان پیدا می شود یا خطر خونریزی وجود داشته باشد، باید در این صورت از نور تحت قرمز استفاده صورت نگیرد و دیگر مشکلات در اعصاب حسی و انتقالی که قبلا هم ایرا ما شما خواندیم که کسایی که توسط نور تحت قرمز مشکلات اعصاب حسی و انتقالی برشان پیدا می شود، بدنش خارش پیدا می کنه یا مشکل دیگه برشان پیدا می شود، از نور تحت قرمز استفاده باید صورت نگیرد. مشکلات از سبب افراط در استعمال کریم ها و پودرها که ما شما در استفاده از نور نامرئی در طبابت خوانده بودیم که نور نامرئی یا نور ماتحت قرمز که یک نوع از نور نامرئی است، دواها که در مقابلش قرار میگیرد خراب میکنه، سمی و زهرویش میسازه و علتش هم این است که در مقابل نور مولکول هایشان اکتیویتی می شود و کریم و پودر هم از جمله مواد کیمیایی هستند که در مقابل نور تحت قرمز خراب و زهرویی می شود و جلد را برای جلد سوختگی جلدی ایجاد می کنه، پیدا می کنه یا چروک و چملکی ها بالایشان پیدا می کنه، که در این قسمت باید هم از نور تحت قرمز استفاده صورت نگیرد. و نور ماتحت قرمز برای انسان ها کاملا نامرئی است و انسان ها توسط چشم اینها را دیده نمیتونه، اما در غبارهای رقیق و غبارهای غلیظ در انساج بدن انسان نفوذ میکنه و جذب میشود که تمام گرمی که از گرمی نور آفتاب ما حس میکنیم از اثر امین نور یا شعاع ماتحت قرمز میباشد که طول موج این شعاع قبلا هم خوانده بودیم که از 760 نانومتر آغاز می شود و تا نزدیکی امواج رادیویی ادامه پیدا می کنه یا به اندازه 10^5 نانومتر می رسد و 50% انرژی آفتاب که به ما می رسد در ناحیه ماتحت قرمز قرار دارد که از نظر قدرت نفوذ این شعاع به دو دسته تقسیم می شود که شعاع دور و شعاع نزدیک هستند یا موج دور و موج نزدیک هستند که در درس های گذشته خوانده بودیم، فعلا ضرورت نیست که دیگه دوباره یادآور شویم.